بعد سوال کرد یا رسول الله آدم خوش اخلاق کیه؟ این سوال جوابشه. ببینیم پیغمبر سه تا آیه خون فرمود که خذ العفو، اهل گذشت باشیم، اهل خلاصه بزرگی و در واقع آقایی باشیم. درسته حق نباید ضایع بشه، اما آدم خودش میتونه از حقش بگذره. خیلی سختگیر، به تعبیر خودمان زیغ گیر نباشیم. مردم خانواده را، جامعه را در تنها قرار ندیم. خذ العفو، حضرت فرمود یک بخش اخلاق همین گذشته. و امر بالعرف، مردم با کارهای خوب امر بکنیم، یعنی مردم با کارهای خوب آشنا کنیم، وادار کنیم. این نکته است که حالا در ادامه صحبت هم بهش یک کمی بیشتر میپردازم. سه فرمود که و اعرض عن الجاهلین، از آدمای جاهل، از آدمای خدمت شما رسید نادان، از اینها فاصله بگیر. پس خود پیغمبر وقتی ازش سوال میشه حسن خلق چیه، سه تا آیه را محور قرار میده. ما چگونه برخورد بکنیم تا یک جامعه متخلق داشته باشیم؟ اولین علامت، اولین شاخصه، اولین در واقع مصداق یک جامعه متخلق با اخلاق قرآن و پیامبر و حضرات معصومین و تربیت شدگان مکتب اسلام، رفتار محبت آمیز است. رفتار مملو از عشق و دوست داشتن و حرمت و تکریم و تجزیه تعظیمه. یعنی اگر در محیط خانواده، من خیلی روان عرض بکنم، پدرای بزرگوار، خواهرها و مادرها که در نماز جمعه الحمدلله حضور شما افتخار است، یک وقتی در یک مناسبت هشتم خلاصه یعنی روز زن در یک جلسه ما دعوت شدیم، بعد گفتن امروز روز جهانی زن است، بیاییم خواهرها و مادرها را، زنان را در نماز جمعه حضورشان فراهم بکنیم. با هر مولوی و روحانی صحبت میکردن، بعد به ما که رسیدن گفتن شما چه تر دارین برای آمدن زنها در نماز جمعه؟ ما گفتیم آقا زنای ما الحمدلله، خواهرای ما به اندازه ما بیشتر از ما در نماز جمعه حضور دارن. بعد یه نگاهی کردن گفتن بله، این تأثیری همین جلسات محرم شما مردم است. خب خواهرای ما الحمدلله الان به اندازه برادرها در نماز جمعه حاضرن. اگر میخوایم خانواده من خانواده متخلقی باشه، مادر خانواده به پدر خیلی احترام بگذاره. در صحبت کردن، در پیشنهاد کردن، در برخورد کردن، خب مسائل زندگی لحظه به لحظه ما بالاخره تج میکنیم، در تقابل قرار میگیریم. عباراتمان، نام بردنمان، خواهش کردنمان خیلی محترمانه باشه. شما تاریخ پیامبر، زندگی اهل بیت بخوانید، چگونه با همسرانشان صحبت میکردن، نام فرزند میگرفتن، مادر فلانی، اگر خلاصه یک صفتی، یک برازندگی داشت او را بزرگ میکردن. همینطور مادر نسبت به پدر، پدر نسبت به مادر، نسبت به اولاد. تعبیر قرآن این است: با همسرانتان به صورت پسندیده رفتار کنید. خیلی تعبیر جالبیه. و عاشروهن بالمعروف. آخه بعضی ها فکر میکنن معروف تنها وادار کردن به عبادته. یعنی اونی که مردم بپسندن، اونی که دنیا قبول داشته باشه، اونی که خردمندان عالم او را قبول بکنه. خدا میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با همسرانتان به صورت پسندیده رفتار کنید. نه اینی که خودت هرچی خواستی. چی بسا ما یک چیزی میخواییم او را دنیا نمیپسنده، عقل نمیپسنده. فرمود فعصا
فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. چه بسا چیزی خوشایند شما نیست. تو اگر بخوای به خانومت احترام بکنی شاید خودت خوشت نیاید، اما خب خیلی خیر و برکت در همین کار شما هست. من یادم نمیره بعض وقتا میگفت آقا داماد داری؟ بعد میگفتن نه، یا میگفتن بله. اگر میگفتن داماد، بعد تعبیر میکردن داماد مثلا نوکر آدم باشه. چرا داماد نوکر آدم باشه؟ داماد آدم رفیق آدمه، داماد آدم فرزند آدمه. آقا دروغ میگفتن باجه، مثلا باجناق، نمیدونم حریف آدمه. چرا باجناق حریف آدم باشه؟ باجناق رفیق آدمه. گاهی میگن آقا دشمنی بین پسر عموها نمیدونم سابقه کجایی داره. کی حرفا رو گفته؟ اینا از همون دروغاییست که شهرت پیدا کرده. ما باید به چیزهایی که حقیقت هست تن بدیم. پس یکی از بهترین راههای برخورد اخلاقی در خانواده این است که ما با محبت برخورد بکنیم. حالا اینا لازمه بگم، همیشه لازم نیست که ما همطوری خدمت شما رو بشه با خشونت و با حدت صحبت بکنیم. پیغمبر فرمود یک لحظه نشستن یا نشستن مرد کنار همسر در پیشگاه خداوند از اعتکاف در مسجد پیامبر در مسجد النبی ثوابش بیشتره. ما باید ساعتهایی را خلاصه بشینیم کنار همسرمان، خیلی با آرامی صحبت بکنیم، مسائل بررسی بکنیم، آینده فرزند مانه، دختر مانه، داماد مانه، عروس مانه کجا زندگی بکنیم، وسائل زندگی چطوری تنظیم بشه، ترتیب بشه. ما در حال افزایش جمعیتیم، چی برنامه داشته باشیم؟ پیغمبر فرمود نشستن مرد نزد همسرش، جلوس المرئه عند عیاله احب الالله، خدای را اینقدر دوست داره که از اینکه آقا بیای مسجد اعتکاف بگیره ثوابش بیشتره. اینجوری نباشه که بگیم آقا خانه اگر کنار خانواده نشستم یا 10 دقیقه 20 دقیقه بیشتر شد دیگه دعوا میکنم. خیلی هم میگه آقا ما خانه نمیتونم بشینم، اگر بشینم خلاصه دعوا شروع میشه. و این اشتباهه. کار لازمه، برنامه ریزی لازمه، اما از اون طرف محبت به خانواده‌ام ضروری است. میبخشید من این تئوری صحبت میکنم، لازم میدانم. یه صلوات بفرستین برای اولین بار من در نماز جمعه صلوات بفرستین. تاریخ مینویسد کان النبی افکه الناس مع النسائه، پیامبر شادترین و خوشروترین مردم با همسرانش بود. افکه از خلاصه خنده است، فکاهی یعنی چیزی که آدم باعث خوشحالیش میشه. پیغمبر خوشبرخورترین مردم با همسرانش بود. افکه و ناس مع ایاله مع نسائه. اینطوری نبوده که پیغمبر وقتی اونجا میشینه صحبت میکنه، مخصوصا که پیغمبر خانواده های متعدد هم داشت، همش عبوسن قمتری را باشه، خیلی راحت. کان رسول الله یمزهنه یا یمزههنه، پیغمبر با همسران شوخی میکرد، مزاح میکرد. یکمی آدم در خانه محیطش آرام باشه، اضطراب دلوره. یه وقتی یک حاج خانومی که مکه رفته بود آمد، خلاصه از ما وقت گرفت، بعد وضعیت مالی خوبی داشت، باور کنین گریه میکرد. میگفت که همسر من مکه رفته، چند تا عروس داریم، داماد داریم، وقتی با من صحبت میکنه میگفت کاش آرزو میکردم خداوند من از این دنیا برده بود، آب میشدم. این عبارتهای خلاصه تنده این آقا جلوی دخترها و عروسا دامادا به من نمیگفت. چرا زندگی های ما آرام نباشه؟ باید بریم تاریخ پیامبر خوب بخوانیم، آیات قرآن با هدف دنبال بکنیم، بیاییم زندگی ما نه
به او نزدیک بکنیم. وقتمان کم است. پیامبر فرمود قول الرجل للمرأه، اینی که مرد به زنش بگه اینی احبو، خانم من تو را دوست دارم. آقایان علما هستن، مهمانای بزرگوار در جلسه میبینم، آجای هاشمی امام جمعه محترم بغلان تشریف دارن، آجای امینی از علما و بزرگان بلخا که اونجا اقامه نماز جمعه میکنن، انشالله سفر همه بزرگان با عافیت باشه. خلاصه اعزه هستن. پیغمبر فرمود وقتی مرد به زنش بگه همسرم من تو را دوست دارم، لا یذهب من قولها ابدا، هرگز این جمله را زن فراموش نمیکنه. حالا شاید مثلا جلوی بچه ها لازم نباشه، بعض وقتا چی اشکال داره آدم جلوی مثلا دامادش هم اینجوری میگه یاد بگیره، دامادش همش داماد از آدم دعوا کردن یاد بگیره. بعض وقتا خوش اخلاقی هم یاد بگیره، سخاوت هم یاد بگیره، پسر آدم هم اینجوری باشه، دخترها از مادرشان یاد بگیرن. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان همسرش مسافرت رفته بود، بعد میخواست برگرده، حالا به یک دلیلی اسمشه نمیبرم، بچه هاشه شب نگذاشت بخوابه، بچه ها گفتن بابا اجازه بده بخوابیم، گفت مادرتان از مسافرت برمیگرده، گفت خب بابا هر وقت آمد، بعد خب ما هستیم، گفت نه به احترام مادرتان بیدار بمانیم. با خشونت که نمیشه همه چیز به بار بشینه، با محبت است که انسان کسی را مرید و مخلص و اسیر خودش میکنه. به همین دلیل است که ما رفتارمون باید مدیریت بشود. با بچه هم باید همینطوری باشیم. وقتمون کم است. روایت داریم از پیغمبر نگاه مهرآلوده پدر نسبت به فرزندانش عبادت است. به این جمله را این تکر من عرض بکنم و بس زیاده و وقتمون کمه. یعلای عامری از اصحاب رسول الله است، نقل میکنه که پیغمبر در یک مهمانی میرفت، دیدین بعض وقتا آدم ها کسی دعوت میکنه، پیغمبر دعوت کرده بودن، از منزل خارج شدن همراه یک عده از اصحاب برن به مهمانی، همطوری که پیغمبر داشت میرفت وسط کوچه وسط راه وجود نازنین آقای امام حسن و امام حسین علیه السلام امرای اطفال بازی میکردن. پیامبر شخصیت ها امرای پیامبر هستن، شروع کرد در وسط کوچه با فرزندانش با عزیزانش محبت کردن، اونا میدویدن پیامبر با اونا خلاصه امرایی میکرد، گاهی خلاصه صداهایی را وجود نازنین پیامبر که خدا در قرآن میفرماد از هوا صحبت نمیکنه، خلاصه اشکال را به اصطلاح جور میکردن، بچه ها با نگاه کردن به پیغمبر شنیدن صدای پیغمبر خلاصه خوشحال میشدن، و بچه های دیگه هم همینطوری خلاصه از این لحظه صحنه بهره میبردن. طولانی شد. گاهی امام حسین علیه السلام خلاصه میدوید یک فاصله پیغمبرم دنبالش میرفت. همینطور که قضیه طولانی شد اصحاب منتظر بودن، پیغمبر هیچ احساس خستگی نکرد تا اون اندازه ای که بچه ها خلاصه به تعبیر خودمان اشبا شدن. این صحنه خیلی برای بعضی ها جالب بود، غیر قابل انتظار بود. یک کسی بود به نام عیینه ابن بدر، شاهد این ماجرا بود، گفت عجب، من بچه هام بزرگ شده الان ریش در آوردن ازدواج کردن، گفت به خدا من یکیشان بایش اینجوری برخورد نکردم، من اینا رو نبوسیدم. پیغمبر بزرگوار اسلام بعد از بازی یکی از دستای مبارکش گذاشت رو سینه آقای امام حسین، یه دستش هم گذاشت پشت سر آقا، خلاصه این گردن مبارک آقای امام حسین باز کرد، بوسه باران کرد. این آقا تعجب کرد، من اصلا با بچه هم اینجوری بازی نکردم. جالبه، من نه تنها از این کارها نکردم، این عبارت هم میخوانم، بلکه تا کنون حتی برای یک بار هم او را نبوسیدم. پیغمبر فرمود خدا
کسی را که رحم و عطوفت نداشته باشد مورد رحم و عطوفت قرار نمیده. این بچه ای که مورد محبت و تعظیم و تکریم نیست، فردا یاده این عقده‌ایه، رهبر بشه عقده‌ش در میاره، پولدار بشه عذرخواهی میکنم عقده در میاره، قدرت پیدا بکنه دنبال عقده در آوردنه. ما باید با عظمت، با خوبی، با انسانیت رفتار کنیم.